آیه دکتر میلانی، از نظر شناخت شاه، روانشناسی این شخصیت تاریخی، کتاب شما چی میگه برای خوانندگانش؟ شاه رو چگونه کاراکترش، منشش و پرسونالیتی، شخصیتش رو شما تصویر میکنید؟ من میدونید که روانشناس نیستم، به همین خاطر ادعای تحلیل روانشناختی نکردم. با اینکه یکی دو مطلب، یکی یک گزارش سیاه هست، سازمان سیاه، که من واقعا 4 سال تلاش کردم که این گزارش رو از اونها به استناد قانون آزادی اطلاعات در آمریکا بگیرم، و بعد یک کتابی هست در مورد به اصطلاح تحلیل روانشناختی شاه که آقای ماروین زونیس نوشتن به عنوان سقوط شاهانه، Majestic Failure. من از اونها استفاده کردم، ولی خودم جرأت و حق تحلیل روانشناختی رو به خودم ندادم. اون چی که در اختیارم بود در باب انواع واکنش های شاه به مسائل مختلف، روابطش با پدرش، با مادرش، با خواهرش، با خواهر دوقلوش، با قدرت به طور کلی، با ایران، با ایرانی ها، تمام اونهایی جزئیاتی که در این زمینه ها سراغ کردم، ضعف هاش، قدرت هاش، اینها رو در کتاب سعی کردم منعکس بکنم و بعد قضاوت در باب شخصیت شاه رو به عهده خواننده بگذارم. آقای دکتر میلانی، دورهای زندگی پادشاه در گذشته ایران رو اگر شما بخواید تقسیم بندی بفرمایید، چند دوره رو تشخیص دادید در زندگی او؟ من فکر می‌کنم طبعا اولین دورش دوره بسیار مهم چند سال اول زندگیشه که ولیعهد هنوز نیست، زندگی خیلی ساده‌ای داره، با مادرش و با خواهرش زندگی میکنه، رضا خان اون زمان همسر دیگری انتخاب کرده و یه حلقه بسیار کوچکی از دوستان داره. مرحله دوم زندگیش به گمان من از 1925 که پدرش پادشاه میشه و او ولیعهد میشه تا رفتنش به سوئیس درش تأثیر به گمان من موندگاری میگذاره. بعد که برمیگرده، دوران مهم زندگیش از 41 تا 53 هست. دوران مهم بعدش از 1953 بعد از 28 مرداد هست تا اونچه که انقلاب شاه و مردم نام گرفت. دوران قدر قدرتیش، دورانی که شاید بیش از هر زمانی احساس قدرت و استقلال میکرد، بین 64 تا 75 76 که واقعا ایران در یک دوران رشد اقتصادی عجیبی بود، گاه 20% رشد ناخالص ملی داشت ایران. مرحله نهایی اون دو سال آخر سلطنتش که یک باره تمام ضعف ها و تعلل ها و تردید هایی که در گذشته هم نشانه هاش دیده میشد بروز کرد، و بخشی از این مرحله آخر دوران تبعیدشه طبعا. ولی دوران تبعیدش به معنای به گمان من از لحاظ اساس روانشناختیش ادامه همین واپسین دورانه که این ضعف‌ها و تردیدها و شک‌ها دوباره بر او مستولی میشه. شخصیت شاه تا چه حد تحت تأثیر پدرش بود؟ پدر او یک پدر قدر قدرت و قدرتمند و مسلط. شاه از پدر چه گرفته بود؟ من فکر میکنم یکی از پیچیده ترین روابطش با پدرش بود. من در کتاب به این نکته اشاره کردم که در اولین کتاب خاطرات شاه، مأموریت برای وطنم، کتابی حدود 300 صفحه است، آره رقم دقیقش یادم نیست ولی حدود 300 صفحه است، چیزی نزدیک به 300 بار به پدر اشاره کرده و چیزی نزدیک به 6 بار به مادرش اشاره کرده، در حالی که خیلی ها مدعی هستن که رابطهش با مادرش خیلی رابطه نزدیکی بوده، که بوده، ولی این ابهتی که رضا شاه داشت در ذهنش، این صلابت شخصیتی که داشت، اون ترسی که ایجاد میکرد در حتی اطرافیانش، حتی در ولیعهد که آشکارا
رابطه ویژه‌ای با رضا شاه داشت. همه از آن دارن که رابطه رضا شاه با ولیعهد متفاوت از همه دیگران بود. با این حال یک رابطه عشق و حسادتی با پدر داشت که شگفت انگیزه. یعنی بسیاری اطرافیان شاه در این دوران گفتن که مثلا در سخنرانی هایی که شاه حضور داشت نبایستی زیاد از رضا شاه تعریف میکردن. خود شاه هم در خاطراتش در دو کتابش به این مسئله اشاره میکنه که من خیلی بیشتر در ایران تغییر ایجاد کردم ولی امتیازا بیشتر به پدرم داده میشه. این رابطه در دورانی که محمد رضا شاه به قدرت میرسه تا چه حد سیاست های او رو تحت تأثیر خودش قرار میده؟ از کی این همونطور که اشاره کردید شاه سعی میکنه از سایه پدر خارج بشه و فاصله بگیره؟ ببینید این به گمان من دو وجه داره، بایستی دو نکته رو از هم جدا کرد. یکی این که تا چه حدی سیاست های پدر رو دنبال کرد و در این مورد یک تفاوت بسیار مهمه، فاحشی وجود داره که عملا بلافاصله ظهور پیدا میکنه و به گمان من ریشه انقلاب 1979 رو باید در همین واقعیت سراغ کرد که الان خدمتتون عرض میکنم. نکته دوم این است که از کی احساس کرد که میتونه همونطوری که شما گفتید از زیر سایه خارج بشه. اون به نظر من برمیگرد به سالهای بعد از 63، بعد از انقلاب سفید، برای اینکه احساس میکنه واقعا ایران رو داره تغییر میده و سرعت زیادی میده. به محض اینکه شاه به قدرت رسید در 41، در عین اینکه بیش و کم تمام جنبه های حکومتی پدر رو دنبال میکرد، از یک منظر سیاست رو تغییر داد و اون نزاعی بود که پدر با روحانیون داشت، تلاش پیگیری بود که رضا شاه در محدود کردن دخالت روحانیون در قدرت داشت، تلاش موفقیت آمیزش بود در زیر سلطه آوردن روحانیت زیر سلطه قدرت دولت بود. محمد رضا شاه درست خلاف این رو عمل کرد. آیت الله قمی که رضا شاه تبعیدش کرده بود با تمهید فراوان به کمک زین العابدین رهنما به ایران بازگردوند. تمام خواستهایی که آیت الله قمی داشت و از جمله بستن مدارس دختران پسرانه، از جمله آغاز تعلیمات شرعیات در مدارس، از جمله بازپس دادن اوقاف به روحانیون، از جمله آزاد شدن حجاب در ایران، همه اینها که مسائل مهم دوران رضا شاه بود، محمد رضا شاه پذیرفت این خواستهای قمی رو و خاطرات روحانیون مختلفی حکایت از این داره که اونها هم فوری متوجه شدن که محمد رضا شاه میخواد باشون آشتی بکنه، نه تنها آشتی بکنه بلکه دعوتشون بکنه به شرکت در قدرت سیاسی، به شرکت در فعالیت سیاسی. من چندین سخنرانی شاه رو نقل کردم در اون دوران که به روحانیت میگه چرا شما از مسئولیت سیاسی خودتون دوری میکنید، در دورانی که به خصوص مثلا با قوام یا نخست وزیرهای دیگری درگیری داره. و تا 28 مرداد که به نظر من بدون شک حمایت روحانیون مهمترین دلیل بازگشت شاه بود، بدون شک رو کردن روحانیون از مصدق مهمترین دلیل شکست مصدق بود به گمان من، تا اون زمان این تلاش ادامه داشت، تلاش برای آوردن روحانیت در قدرت. بعد از اون هم، بعد از 28 مرداد که سعی کرد قدرت خودش رو مسلط بکنه، باز هم در عین اینکه همه نیروهای سیاسی دیگر رو، چپ و میانه رو محدود کرد، سرکوب کرد، به یک قدرت سیاسی در جامعه اجازه فعالیت داد. یک قدرت سیاسی در ایران در سالهای بعد از 28 مرداد حق داشت مرکز برای خودش درست کنه، مدرسه برای خودش درست کنه، پول برای تربیت کادر جمع آوری بکنه، سازماندهی بکنه، و اون روحانیون بودن و یک شبکه بقایت پیچیده اینها درست کردن و این شبکه
اول بار در 1963 شاه رو به چالش گرفت و سرکوب شد. همین شبکه در 79 بار دیگه به مسافه شاه رفت و اون بار موفق شد و به محض اینکه شاه از ایران رفت اون وقت معلوم شد که این چقدر شبکه پیچیده پرقدرت همه جانبه است. این توضیحات شما من رو وادار میکنه که بپرسم از جنابالی که شاه شریعت مدار بود، شاه دین باور بود یا از دین میخواست به عنوان یک ابزار استفاده بکنه با همسایه شمالی 2500 کیلومتری. اما یک سوال هست که اونو مطرح میکنم و بعد انتظار دارم هر دو سوال رو به دنبال هم شما پاسخ بدید، برای اینکه نمیخوام از این مرحله رد بشم. شما درباره، یعنی من فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم، پادشاه در گذشته ایران تنها پادشاه ایرانی است که تحصیلاتی در خارج از ایران داشته برای تحصیل، درست میفهمم این رو یا نه؟ درسته. رفته و در سوئیس تحصیل کرده، بهتر در اون دوران نوجوانی زیر تأثیر اونچه که فرهنگ سوئیس هست قرار گرفته و بعد به ایران آمده. شما در مورد دورانی که شاه در سوئیس بوده مطالعه کردید، مقالاتش رو خوندید، نگاهش رو بهش آشنا هستید. به من بفرمایید که شاهی که به ایران آمد، به قدرت رسید و به سوی دین گرایش پیدا کرد و از دین به عنوان یه ابزار و یا همزمان با ابزار به خاطر اعتقادی که داشت استفاده کرد، در اون دوران چی از خودش نشون میده؟ آیا واقعا یک جوان دینگراست؟ آیا معتقد به دین هست؟ و به هر حال شاه نوجوانی که در سوئیس بوده چی ازش تصویر میکنید؟ من گمانم این است که شاه هر دوی این برخورد رو با مذهب داشت. یعنی به نظر من به راستی شاه شریعت مدار به قول شما بود. شریعت مدار شاید واقعا خیلی اغراق‌آمیزه. آدم مذهبی بود. شاه واقعا اون خوابهایی که ادعا میکنه دیده، به نظر من دیده. به نظر من بدون تردید باور داشت که مستحضر به لطف الهی است و بارها و بارها ادعا کرد که نه تنها مستحضر به الطاف الهی است، بلکه گاه الهام میگیره از خدا، گاه سیاستهاش رو از اون طریق به اوریانا فلاچی به صراحت میگه که من گاهی به طور مستقیم الهام میگیرم. و بارها و بارها ادعا کرد که نه تنها مستحضر به الطاف الهی است، بلکه گاه الهام میگیره از خدا، گاه سیاستهاش رو از اون طریق به اوریانا فلاچی به صراحت میگه که من گاهی به طور مستقیم الهام میگیرم. در این حال از مذهب اونطور که شما گفتید استفاده ابزاری هم میخواست بکنه. مذهب رو پادزهر رشد کمونیسم میدونست و واقعیت اینه که در دوران جنگ سرد زندگی میکرد. همونطور که گفتید همسایه شمالیش شوروی بود. شوروی نشون داده بود در قضیه آذربایجان که اگر دستش برسه قصد بست قدرتش در ایران رو داره، قصد تجزیه ایران رو داره. از طریق حزب توده دائم علیه شاه فعالیت میکرد. به همین خاطر هم استفاده ابزاری میکرد و هم به گمان من خودش باور داشت به این مسائل. در عین اینکه میدونست مذهب برای جامعه ایران لازمه و میشه از طریق به گمانش از طریق مذهب علیه کمونیسم استفاده کرد، در بسیاری از موارد میبینیم که نسبت به روحانیون چندان خوشبین نیست. خاطرات علم، شرح مبسوط مذاکراتش با مرحوم مهدی سمیعی وقتی که تصمیم میگیره یه حزب درست و حسابی در 1973 شاه درست بکنه، اونها حکایت از این داره که نسبت به روحانیت بدبین بود. سخنرانی هایی که شاه در 1963 کرده علیه روحانیت
به راستی شگفت‌انگیزن. همه از سخنرانی آقای خمینی در اون روزها صحبت میکنن که خب سخنرانی شجاعانه ای بود که میگه پسرک کاری نکن که بگم از مملکت بیرونت بکنن، کاری نکن که دستور بدم بلای پدری سرت بیرون. یه سخنرانی خیلی عجیبی است، ولی سخنرانی های شاه حداقل به همون جرأت چوندیست. اینها رو کرم توی مدفوع ازشون در یه جا صحبت میکنه که آیا خمینی میگه، توی سخنرانی میگه نکنه این درست باشه که شنیدم چنین حرفی در مورد ما زدی. یعنی در این بدبینی به روحانیت به عنوان کسانی که مفخور هستن، به عنوان کسانی که عقب افتادن، ارتجاع سیاه هستن، باور داشت که مذهب رو بایستی تقویت بکنه و در مقابل کمونیسم ازش استفاده بکنه. تعداد مساجد در دوران رضا شاه به یک آماری حدود یک سوم شد. این یک سوم تعداد مساجد رو تقلیل داد رضا شاه. در دوران محمد رضا شاه ارقام افزایش تعداد مساجد تا اونجایی که من تونستم پیدا بکنم و خیلی دشوار بود، دوستان در ایران کمک کردن، شگفت انگیزه. تعداد افزایش مساجد در 15 سال آخر سلطنت شاه، یعنی منم که در ایران از 1975 برگشته بودم، دو سالی در دانشگاه افتخار تدریس داشتم، کاملا برام محسوس بود که محمد رضا شاه قصد تقویت مذهب در برابر این چپ چپ داره. من فکر میکنم یه تمثیل خیلی گویاش معماری دانشگاه تهرانه. رضا شاه دانشگاه تهران رو ساخت، درش مسجدی وجود نداشت. محمد رضا شاه بود که مسجد ساخت و سعی کرد یه مسجد هم مدرن و هم سنتی بسازه و این مسجد رو دقیقاً جایی ساخت که اشراف داشت در واقع بر تمام دانشگاه. من که در دانشگاه حقوق افتخار تدریس داشتم، هر روز از زیر دیدگاه گنبد اونجا رد می شدم. گلدسته هاش دارم. آقای دکتر میلانی، ممکن از این سوالم تعجب بکنید. شاه ایران و ایرانی رو می شناخت اصلا، یا شاه اصلا رابطه نداشت با فرهنگ و مردمی که بر اونها حکومت میکرد؟ چون ظاهرا این شبه پیش میاد. ببینید، دوباره دو سه تا نکته مختلف هست که باید در نظر گرفت. یکی این که رابطه شاه با مردم عادی، مردم پوچ خیابون، به تدریج کاهش پیدا کرد. یعنی در چند سال اول حکومتش به راحتی سوار ماشین میشد بدون محافظ، میرفت مثلا به قلعه مرغی که سوار هواپیما بشه تعلیم خلبانی ببینه، که از همون 1942 بهش خیلی علاقه مند شده بود. اصلا این که این فضایی که در 74 75 بود وجود نداشت. به علاوه خیلی ها که دوران رضا شاه وزیر و وکیل بودن، کماکان به دربار رفت آمد میکردن و اینا کسانی بودن که حق و حقیقت رو به شاه میگفتن، باکی نداشتن که در مقابلش بایستن. آدم های گردن کلفتی بودن، از قوام و دکتر مصدق بگیر تا زاهدی و حکیم الملک و حتی حکیم الملک علا. ولی بعد از 63 به تدریج 1963 میبینیم که شاه عملا پای همه اینها رو از دربار قطع میکنه، دیگه تماس مستقیمی با مردم خیلی کمتر و کمتر داره. افراد مختلفی بهش این خطر رو گوش زد میکنن. بخشی از این دلیلش البته امنیتی بود. 1965 دوباره علیه شاه توطئه شد، قصد کشتنش رو داشتن یکی از نیروهای مذهبی، و بعد از 69 علاوه بر فعالیت‌های تروریستی مذهبی ها، فعالیت‌های چپ و مجاهدین شروع شد
و یک فضای امنیتی ایجاد شد و در اون فضا خب طبعا مراوده شاه کمتر میشد، ولی به نظر من یه علت ساختاری وجود داشت. اونطور که گفتید کمتر و کمتر با مردم تماس داشت. علم مثلا در یه مقطعی بهش پیشنهاد میکنه که 1971 میگه که اجازه بدید ما یه جلساتی تشکیل بدیم، یه عده‌ای از مردم عادی رو دعوت کنیم بیان دربار و با شما ما یه دفعه صحبت کنن. شما میگه احتیاجی نیست. عده‌ای اوریانا فلاچی مثلا ازش میپرسی که آیا شما واقعا خبر دارید در مملکت چه میگذره؟ میگه من از 13 منبع مختلف بهم خبر میاد. من یه گزارشی رو به تفصیل در اینجا نقل کردم، این از گزارش‌های ویژه است که به اصطلاح اردشیر زاهدی میفرستاد از سفارت آمریکا و اونقدر محرمانه بود که حتی منشی سفارت هم اینا رو نمیدید. خود زاهدی با خط خودش مینوشت تو یه چمدون ویژه‌ای که یه دو تا کلید داشت، یکی نزد زاهدی یکی نزد شاه، میدادن شخصی اینو میبرد. از این گزارش‌ها من خیلی تقریبا همه اینا رو من خوندم. زاهدی لطف کرد به من اجازه داد اینها رو ببینم. تو یکی از این گزارش‌ها در 73 یک مقام آمریکایی که اسمش در گزارش نیست متاسفانه میگه که ما اخباری که ما داریم اینه که شاه از وضع مملکت از میزان نارضایتی خبردار نیست. شاه در حاشیه می‌نویسه که اینا مزخرفات پیک ایرانه. من اونجا میگه از 5 منبع مختلف به من گزارش داده میشه. به همین خاطر از یک سو به نظر من تماسش با مردم کمتر و کمتر شد. یه سوال دیگری که در سوال شما یه بچه دیگرش این بود که آیا مردم رو میشناخت و دوست میداشت یا نه. یک گفتهی پادشاه مراکش به شاه گفته، خیلی جالبه، میگن در حال گالف داشتن بازی میکردن در دورانی که شاه مهمانش بود، میگه که محمد رضا مسئله تو این بود که ایران رو سخت دوست میداشتی ولی ایرانیان رو دوست نمیداشتی، ایرانیان رو نمیشناختی. در واقع چندین بار پیغام به همین ملک حسن میفرسته به پادشاه عربستان سعودی که شما اگر تغییر ندید وضع بحرانی خواهد شد. جواب اینها همین است که این تو هستی که اشتباه میکنی، مردم ایران رو نمیشناسید. به همین خاطر من فکر میکنم یه ترکیب بسیار پیچیده است. واقعا به گمان من شاه باور داشت که مردم با سلطنت رابطه ویژه حتی روانشناختی دارن. هی میگفت امریکایی ها نمیفهمن، به امریکایی ها میگفت شما نمیفهمید رابطه پادشاه با مردم رو در ایران. و به همین خاطر هم هست که به گمان من وقتی که رفت اون روز، روز معروف تاسواس به گمانم، که میره برای اولین بار با هلیکوپتر و موج متظاهر کنندگان رو میبینه، واقعا از اون به بعد با یه حالت دلزدگی و قهری خواست دیگه هر چه زودتر از ایران بره بیرون. تو چندین بار میگه من ایرانی ها رو نمیفهمم، این ایرانی ها چجور آدم هایی هستن که من این همه تغییر دادم، حالا اومدن با یه چنین کسی مثل آیت الله خمینی دارن ائتلاف میکنن علیه من. آقای دکتر میرانی، میخوام یک حاشیه برم، یک سوال حاشیه‌ای رو مطرح کنم. یکی از کتاب هایی که در آمده در 6 جلد خاطرات علم هست. در مورد خاطرات علم اخیراً آقای محمود طلوعی نقطه نظرهایی رو مطرح کرده که تردید کرده است اصولاً در صداقت علم و به اعتباری از جانب ایشون و یا از جانب دیگران تردید در اعتبار این یادداشت‌ها مطرح شد. شما در تحقیقاتی که کردید به چه نتیجه رسیدید؟ آیا خاطرات علم یک کتاب معتبر تاریخی مربوط به دوران پادشاهی است یا نه؟ علم در این کتاب صداقت راقل که آدم حس میکنه باید داشته باشه نداشته در این یادداشت‌ها. شما نظرتون چیه؟
من فکر میکنم که کتاب علم یکی از مهمترین کتاب هایی است که در مورد دوران شاه نوشته شده. من در اسناد کتاب، در کتاب هایی که در مورد اون دوران نوشته شده، هیچ کتابی رو به این اهمیت نمیدونم، ولی در این حال تردیدی هم ندارم که کتاب از منظر علم و دوستداران و هواداران خودش نوشته شده. علم خیلی آسون ایراد بر دیگران میگیره، بر دزدی های دیگران اشاره میکنه، به اچافاتی که دیگران میکنند اشاره میکنه، به ملکه و اطرافیان ملکه بارها و بارها اشاره میکنه که چطور اینها قراردادهای گنده میگیرند و قراردادها رو دارن پول اضافه میگیرند. در کاخ مثلا نیاوران، کتابخونه کاخ رو ملکه داره بازسازی میکنه، شکایت میکنه به شاه که این معماری که گرفتن پول داره زیادی میگیره، شاه میگه بدید، ولی یک بار نمیگه که خودش مثلا یا اطرافیان خودش در جشنهای 2500 ساله چه کردن، در خوزستان چه کردن وقتی که چاه بهار داشت ساخته میشد، چطور زمین های اطراف اونجا رو خریدن، چطور در همه قراردادهایی که دستشون میرسید و زورشون میرسید یه پرسنت میگیرن. آقای دکتر نهاوندی میگه که حتی وقتی که میاد و شرکت دانشگاه شیراز رو به عهده میگیره، یه 6 میلیون فکر کنم رقمش 6 میلیون 1967-8 اون رقم دیگه اصلا گم شده در کتاب دفتر دستکای دانشگاه شیراز، اینا رو نمیگه، ولی یک بار نمیگه که خودش مثلا یا اطرافیان خودش در جشنهای 2500 ساله چه کردن، در خوزستان چه کردن وقتی که چاه بهار داشت ساخته میشد، چطور زمین های اطراف اونجا رو خریدن، چطور در همه قراردادهایی که دستشون میرسید و زورشون میرسید یه پرسنت میگیرن. آقای دکتر نهاوندی میگه که حتی وقتی که میاد و شرکت دانشگاه شیراز رو به عهده میگیره، یه 6 میلیون فکر کنم رقمش 6 میلیون 1967-8 اون رقم دیگه اصلا گم شده در کتاب دفتر دستکای دانشگاه شیراز، اینا رو نمیگه، ولی نادرستی های دیگران رو خیلی آشکارا میگه. چاپلوسی های خودش رو نمیگه، از چاپلوسی های هویدا دائم شکایت میکنه، ولی وقتی خود خاطرات رو به دقت بخونیم ببینیم به اندازه هر کسی دیگری چاپلوسه. گاهی حرفا رو میگه، بیشتر موارد چاپلوسی رو بر حقیقت گویی ترجیح میده. به همین خاطر به گمان من بایستی مثل هر خاطرات دیگری با دید شک بهش نگاه کرد، هر کسی از منظر خودش دنیا رو میبینه. در خصوص علم این به طور ویژه‌ای اینطور هست و یه احساس من این است که علم هم یه رابطه خیلی پیچیده‌ای با شاه داشت، یعنی هم به گمان من غلام خانزادش بود، ولی هم خیلی از شاه ایراد داشت، به خصوص بعد از جریان 15 خرداد. وقتی که بعد از جریان 15 خرداد شاه در فاصله اندکی او رو کنار گذاشت و منصور رو آورد، منصور که تو خاطراتش علم به زشت‌ترین شکل‌های متصور ازش یاد میکنه، من فکر میکنم هرگز شاه رو به خاطر این نبخشید، احساس کرد که شاه حق ناشناسی کرده. و دوباره به گمان من یه گناه بسیار مهم دیگری که علم داره و این در خاطراتش کاملا مشهوده، اینه که برای اینکه به شاه اثبات بکنه که به طور غیر مستقیم که حق علم رو ضایع کرده و نبایستی بعد از 15 خرداد بیکارش میکرد، بارها و بارها به شاه میگه که
من روحانیون رو از در ایران ریشه‌کن کردم. اینها دیگه بعد از من نفوذی ندارند. بارها و بارها این رو تکرار کرده و این طبعا یاوه بود، یه اشتباه کاملا نادرستی بود و با تمام شرایط موجود و علائم و اماراتی که در اون زمان هست ناسازگار بود. یعنی واضح بود که اینا هنوز قدرت زیادی دارن. امروز که برمیگردیم بهش نگاه میکنیم مثلا غیر قابل قیاس با نیروهای دیگه. اینا وقتی که مجله تو قم چاپ میکردن، مجله اطرافیان وابسته به آقای خمینی، مجله‌ای که سردبیریش رو رفسنجانی و خامنه‌ای و منتظری و مهدوی کنی و این تیپا داشتن، 60-70 هزار نسخه ازش چاپ میکردن. مجله های روشنفکری که تمام هم مقام ساواک برای جلوگیری از چاپ اینها بود، 4,000-3,000 تا چاپ میشد. یعنی یک نیروی داشت در زیر سطح ظاهر جامعه رشد میکرد و خود رژیم داشت تقویت میکرد این رشد رو و علم برای اینکه خودش رو بزرگ بکنه در ذهن شاه هی بهش میگفت که به آخونده توجه نکن، به روحانی توجه نکن، به شریعت مداری، گلپایگانی، اینا کسانی که به راستی با آقای خمینی و روایت خمینی مخالف بودن. اینا کاملا خط کشی داشتن در اون زمان و اگر این ارزیابی نادرست علم نبود چه بسا که شاه میتونست یه سیاست متفاوتی رو دنبال بکنه و اینها رو یه جوری تقویت بکنه که بتونن در مقابل خط رادیکال خمینی بایستن. اینها رو یه جوری تضعیف کرد که وقتی بحران شد آقای شریعت مداری دیگه چاره ای نداشت جز اینکه جریان رادیکال بپیونده، در حالی که اصلا نگاهش به سیاست با آیت الله خمینی یکی نبود. آقای دکتر میرانی، شاه چندین بار ازدواج کرد، از ازدواج با فوزیه، سریا اسفندیاری و شهبانوی سابق ایران فرع پهلوی. نقش همسران شاه در دوران سلطنت او چه بود و کدامین یک از اینها، یعنی تا چه حد اینها در مسائل اجتماعی تونستن وارد بشن، نفوذ بکنن و کدامینشون در حد یک ملکه باقی موندن؟ من فکر میکنم فوزیه اساسا رغبتی به اینکه داخل مسائل ایران بشه نداشت، خیلی مصری باقی موند، با مادر شاه، با خواهرای شاه اختلافات بسیار بسیار جدی داشت، به طوری که زندگی روزمرهش حتی تحت شاه قرار گرفته بود. گزارش های سفارت انگلیس هست که میگه ملکه مادر شاه و خواهرای شاه توطئه کردن و حتی ندیمه های این رو فوزیه رو یه جوری تبعید کردن، برگردوندن به مصر این که این تنها بمونه. به همین خاطر او اصولا حاشیه نشین بود. سریا اندکی تلاشی کرد که وارد مسائل فرهنگی بشه، مسائل به اصطلاح کمک به مستمندان بشه، ولی اونقدر با ایران بیگانه بود، اونقدر ایران رو کم میشناخت و اونقدر درگیر مسائل زندگی مجلل اروپایی بود، انقدر از اینکه کاخ مثلا کوچیک بود، از اینکه مبلمانش بد بود نگران بود که بیشتر تلاشش صرف این کارها میشد. ولی به نظر من تنها کسی که از همسران شاه تونست در مسائل سیاسی، نه تنها مسائل اجتماعی بلکه مسائل سیاسی، نقشی پیدا بکنه ملکه فرح بود، به خصوص در 7-8 سال آخر و به ویژه در 7-8 ماه آخر که به نظر من حداقل به اندازه شاه در تصمیم گیری نقش داشت. آقای دکتر میلانی، پادشاه ایران در یک شرایط بحرانی در ایران به سلطنت رسید،
در دوران جنگ جهانی دوم، و من نمیدونم اگر فروغی در اون دوران در ایران نخست وزیری رو بر عهده نداشت، آیا اصولا شاه به سلطنت میرسید یا نمیرسید؟ این رو روشن بفرمایید. و بعد هرگز در اون دوران موجودی جدی از طرف سران متفقین که به ایران آمدن گرفته نشد. و بعد در دوران 28 مرداد هندی شدن صنعت نفت، باز کماکان خروج شاه از ایران و برگشتن شاه به ایران، از اون یک موجود جدی در سطح سیاست بین‌المللی نمی ساخت. و بعد به دورانی می رسیم که پادشاه ایران در اوپک یک نقش بسیار اساسی ایفا می کنه. در دورانی می رسیم که رؤسای جمهور امریکا از او با اقتدار یاد می کنند و او رو مشاورین خودشون می دونند. برحال بسیار جدی گرفته میشه. این سیر تحول چگونه است؟ تا چه حد واقعی است و تا چه حد مجازی است؟ آیا شاه واقعا از یک موجود غیر جدی در دوران جنگ جهانی دوم به جایی رسید که غرب و دنیا به اون به عنوان یک سیاستمدار جدی نگاه میکرد، یا نه همین ها بازی بود؟ من فکر میکنم نکات بسیار متعددی در این صحبت های شما وجود داره که من سعی کردم در کتاب بهش جواب بدم. در کل به نظر من این مسیری که شما ترسیم کردید با اندکی تغییر میشه گفت که مسیر زندگی شاه بود، یعنی از یک شاه ضعیف به تدریج تبدیل شد به یک شاه قدرتمند در داخل و بعد به یک شاه، به یک شخصیت قدرتمند بین‌المللی. به نظر من تردیدی نیست که در 1974 یکی از شخصیت‌های مهم بین‌المللی بود. من نامه ای از راکفلر پیدا کردم که می‌نویسه به یک به زاهدی، فکر می‌کنم مخاطب نامه الان یادم نیست، ولی سناتور راکفلر میگه که ما وقتی می‌بینیم در ایران شاه با چه قدرتی و با چه درایتی داره حکومت می‌کنه، از خودم میپرسم که چه خوب میشد شاه رو یکی دو سالی ما قرض میگرفتیم بیاد آمریکا رو برای ما اداره بکنه. این نوع حرفایی بود که گاه در خلوت به شاه میزدن، در جلوت هم خب تعریفایی که زیاد بود، دوروبریاش که بیشتر، علم شاید از همه بیشتر، شما در حد پیامبرا هستید. ولی اون به نظر من فقط بازی نبود، اون در اون زمان به گمان من شاه یکی از شخصیت‌های مهم اوپک بود، یکی از شخصیت‌های مهم خاورمیانه بود. در مسئله مواجهه با نفوذ شوروی در خاورمیانه به نظر من حداقل به گمان چینی‌ها یک نقش کلیدی داشت. ما چون تئوری توطئه باور داریم در جامعهمون، خیلی از مسائل رو ساده میکنیم در حالی که به نظر من اصلا اینطور نیست. بدون شک وقتی که سر کار میاد قدرتش کمه، حتی میشه دوباره به ضرس قاطع گفت که روس و انگلیس به طور مشروط سلطنت شاه رو میپذیرن. به قطع میشه گفت که دولت انگلستان وقتی که رضا شاه رفت، اینها در فکر یا بازگردوندن قاجار بودن به ایران یا جمهوری کردن ایران. حتی رفتن و با پسر آخرین ولیعهد قاجار گفتگو کردن، وزیر امور خارجه باش گفتگو کرد و دیدم فارسی بلد نیست، شهروند انگلستان شده، افسر نیروی دریایی انگلستان شده و مهمتر از همه فارسی بلد نیست، وگرنه در فکرش بودن که قاجار رو برگردونن. به همین فروغی پیشنهاد میکنن که رئیس جمهور بشو. فروغی نمیپذیره و میگه که ایران سلطنت لازم داره. هم فروغی و هم علا نقش بسیار مهمی در ابقای شاه داشتن، ولی ابقای شاه دوباره حداقل از منظر سفارت انگلیس و شوروی
به شرطها و به شروطها. بهش رسمن میگن که ما یکی دو سال بهت اجازه میدیم این کارو بکنی، پادشاه بمونی، اگر بد رفتاری و کج رفتاری بکنی بلای پدرتو سرت میاری. رسمن بهش این پیغام رو از طریق سفیر انگلستان در مصر با نخست وزیر مصر صحبت میکنه، میگه شما به پادشاه فاروق که برادر زن شاه بود بگید که این پیغام رو به محمد رضا شاه برسونه که ما با پدرتون کاری رو کردیم که دیدی، خودت اگر رو تو زیاد کنی همون بلا رو بر سرت میاریم. این با این ضعف شروع میکنه کار رو، ولی خیلی زود سعی میکنه که قدرت خودش رو اضافه بکنه. فاروق که برادر زن شاه بود بگید که این پیغام رو به محمد رضا شاه برسونه که ما با پدرتون کاری رو کردیم که دیدی، خودت اگر رو تو زیاد کنی همون بلا رو بر سرت میاریم. این با این ضعف شروع میکنه کار رو، ولی خیلی زود سعی میکنه که قدرت خودش رو اضافه بکنه. نقشش در ماجرای نفت به گمان من بسیار پیچیده تر از اونی که تا به حال تلقی میشد. من اینها رو بر اساس گفتگوهایی که با سفیر آمریکا انگلستان کرده نشون دادم. خیلی بازی پیچیده‌ای داشت میکرد در رابطهش با مصدق. دوباره نقشش بسیار پیچیده است به این معنا که یک سال و نیم در برابر پیشنهاد کودتای انگلیس علیه مصدق مقاومت میکرد، میگفت من حاضر نیستم این کودتا انجام بشه، گفت باید یه راه قانونی پیدا کنیم برای اینکه مصدق رو بیرون کنیم. میخواست مصدق رو بیرون کنه ولی میگفت کودتا من حاضر نیستم بکنم، و جلوش وایساد تا اینکه مصدق مجلس رو منحل کرد و شاه به این نتیجه رسید که حق قانونی عزل مصدق رو داره. ولی رفتنش از ایران، یعنی فرارش از ایران، در واقع فرار بیموقعش از ایران، خیلی زود ترس برش داشت و رفت. چه بسا که میتونست به تلاش برای ساقط کردن دولت مصدق صدمه بزنه، و اونجا به نظر من اعتبار شو تا حد زیادی از دست داد. ولی وقتی که برگشت دوباره میبینیم که قدم به قدم در جهت همین بست قدرت خودش گام برمیداره. اولین مانع رو خود تیمسار زاهدی میدونه، برای اینکه تیمسار زاهدی کاملا بر حفظ حقوق نخست وزیر پافشاری میکرد، و شاه در واقع بعد از بازگشت از روم به تدریج تصمیم میگیره که خودش نخست وزیر ایران بشه، و عملا هم اینطور میشه دیگه. بعد از زاهدی به استثنای دوران امینی نخست وزیر واقعی ایران شاهه، رئیس قوه اجرایی شاه. آقای دکتر میلانی، اگر نگاه کنیم در دوران جمهوری اسلامی و در دوران پادشاهی یک اتفاق مشابه میفته. در هر دو دوران ما ناگهان مواجه با جهش هایی در افزایش قیمت نفت میشیم، و درآمد سرشار ایران به تناسب هر دورانی و میزان این درآمد در دوران جمهوری اسلامی قابل مقایسه با دوران پادشاهی نیست، به تب تعداد و میزان جمعیت ایران هم قابل مقایسه نیست و قصر آزم. نکته که من دارم اینه که در دوران جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی این پول رو میگیره و صرف حزب الله لبنان غیره و غیره و غیره میکنه، یه بخشی از این درآمد صرف توسعه طلبی سیاسی جمهوری اسلامی است. اما در دوران پادشاهی، پادشاه ایران افزایش درآمد نفت رو بر حال سهمی رو برای مردم ایران قائل بود، و خب خیلی اتفاقات افتاد، اقدامات بسیار مثبتی هم در دوران پادشاه در گذشته ایران اتفاق افتاد. اگر شما قرار باشد که به این بر مبنای متن کتاب به این اقدامات اشاره بفرمایید، مهمترین کارهای مثبتی که در دوران پادشاهی اتفاق افتاد اونها رو چه میدونید؟
ببینید اولا واقعا قیاس این دو دوره از لحاظ اونچه که با نفت کردن درست نیست، اصلا من فارغه. برای اینکه دو نکته بهتون به عنوان مثال عرض بکنم، در 5 سال اول دولت احمدی نژاد، دولتی که الان به عنوان دولت رمالان و کفبینان از طرف خود آقایون معرف میشه، چیزی نزدیک به 250 میلیارد دلار ایران درآمد داشت. این بیشتر از تمام درآمد ایران در دوران 50 سال پهلوی است. و در 50 سال پهلوی اینا یک ایرانی رو که در آستانه فروپاشی بود، واقعا ملوک و طوایفی بود، در تمام مملکت یه دانشگاه وجود نداشت، ارقامش رو من نوشتم اونجا، اصلا شگفت انگیزه. ببینید میزان فقر و فقدان ابزار بهداشتی در ایران چنان بود که بین 1900 تا 1918، یعنی فاصله 18 ساله، حداقل 25% به یه روایت 40% جامعه ایران جان خودش رو از دست داد در نتیجه قحطی، وبا و آنفلوانزای اسپانیایی. یعنی میگم حداقلش 25%. شما فکر کنید در یه 18 سال در آمریکا 25% جامعه جان خودش از دست بده، 80 میلیون در آمریکا بمیرن. یه چنین بلایی بر ایران حادث شده و یه چنین وضعیتی بوده. خب اینا این ایران با این وضعیت گرفتن، در 78 ایرانی رو تحویل آقایون دادن که از لحاظ اقتصادی حداقل با ترکیه برابر بود، اگر از ترکیه جلو نبود. شما وضع ترکیه امروز رو ببینید، وضع ایران رو نگاه بکنید، میفهمید که چه بلایی بر سر ایران در نتیجه این ماجرا آمده، با درآمدی که به مراتب بیشتر بوده. اصلا این یه بچی که قیاس رو من فرق میکنه. دو اینکه در تمام اون دوران یک مرکز برای فروش نفت وجود داشت، شرکت نفت بود در دوران شاه، حسابش هم روشن بود، پول از اونجا وارد حساب شرکت نفت میشد، بود سازمان برنامه و بودجه وقتی که وجود داشت. درسته در بعضی مواقع شاه مثلا خیلی جلوگیری میکرد که ارکان مختلف دولت میزان واقعی نفت رو بدونن، ولی حساب کاملا روشن بود. یک فروشنده وجود داشت برای نفت ایران، شرکت نفت بود، یک حساب وجود داشت که به اون حساب وارد میشد. آقای خامنه‌ای یه دفعه تصمیم گرفتن که بخشی از نفت رو بدن به سپاه پاسداران، گفتن از بعد سپاه پاسداران یه مقداری از این نفت رو بفروشه بدون هیچ مبنایی که در قانون وجود داشته باشه. الان به گفته خود آقایون پول‌های شرکت نفت، پول درآمدهای شرکت نفت به چند حساب واریز میشه. کی حساب‌ها رو داره؟ کی میدونه که چه شده؟ وقتی خود آقایون در مجلس میگن، خود آقایون میگن، نه اپوزیسیون خارج کشور، آقایون میگن که چندین 10 میلیارد دلار معلوم نیست چه شده. اصلا این قیاسش با اون دوران غلطه. اصلا یک سیستمی است که یک نفر، یعنی ولی فقیه، خودش رو مالک مطلق همه چیز میدونه و به خودش حق میده که هر کاری میخواد با درآمد، نه تنها درآمد نفت، بلکه با هر زمینه ای، حتی زمینه سیاسی بکنه. شاید در تمام 37 سال یه بار مستقیما یه نفری رو وزارت منصوب نکرد. ممکن بود پشت پرده، نه ممکن بود میگفت به هویدا، میگفت فلان کسو بردار، فلان کسو بذار. خواهر شاه به هویدا میگفت فلان کسو بردار، فلان کسو بذار. این کار کاملا اتفاق میافتاد، کتاب من نوشتم. ولی اینکه رأسا دستور بده به رغم موافقت یا مخالفت نخست وزیر که من فلان کس رو منصوب میکنم برو سر کارت، اصلا هرگز چنین کاری متصور نبود در اون رژیم. آقای میلانی، اقدامات زیرساختی پادشاه در گذشته ایران، عمده ترینش به نظر شما در تغییر چهره ایران و مدرنیزه کردن ایران چی بود؟ من فهم کنم شاید مهمترینش پایان دادن به فئودالیسم بود. یه سند سفارت انگلیس میگه
شاه کاری کرده که در دو هزار سال اخیر در ایران پادشاهی جرأت نکرد بکنه، یعنی پایان دادن فئودالیسم. فئودالیسمی که در ایران 2000 سال حداقل به یه روایتی 1500 سال را فرق نمیکنه ریشه دارترین نظام اقتصادی بود، شاه برش انداخت. به یه روایتی برانداختن این فئودالیسم باعث سقوطش شد، برای اینکه این روستایی هایی که به شهر آمدن چون جذب رژیم نشدن، جذب اون شبکه روحانیت شدن که خدمتتون عرض کردم، اومدن در حاشیه ها نشستن و چون رژیم شاه خودش دستگاهی برای جذب اینها نداشت و چون با اینکه وضع خودشون بهتر شده بود، شاه انتظاراتشون رو خیلی بیشتر بالا برده بود. دیگه خانواده احمدی نژادی که از ورامین مثلا میان، براشون کافی نبود که وضعشون بهتر از باباشون باشه. حالا شاه بهشون گفت شما در حد آلمان باید زندگی بکنید، در حد ژاپن باید زندگی بکنید. و چون برآورده نمیشد و برآورده شدنی اصولا نبود، نمیشد در ظرف 5 سال ایران رو به آلمان رسوند. این نارضایتی اینها رو تبدیل کرد، این روستاییان به شهر آمده تبدیلشون کرد به سربازان انقلاب. ولی پایان دادن به فئودالیسم، وارد کردن زنان به عرصه اجتماعی، که البته زنان خودشون 60 سال قبل شروع کرده بودن مبارزه بکنن، فقط محمد رضا شاه نبود که این کار کرد، ولی با اسبانی اون تغییر اساسی در قانون اساسی که به اینها اجازه رأی بده، خانوم ها اجازه رأی بده، حق انتخاب شدن بده، یک گام اساسی در تاریخ ایران بود. تعداد دانشگاه هایی که باز شد در ایران، تعداد کسانی که داشتن در مدارس در جاهای مختلف تحصیل میکردن، تعداد پزشکا، ارقامش رو من آوردم در کتاب، واقعا یک تحول مدرنیزاسیون اساسی و با یه سرعت ویژه‌ای بود. این توضیحاتتون که بسیار به اجمال هم فرمودید، ولی من رو هیجان زده کرد. چرا این اقدامات توسط جامعه ایرانی و به ویژه روشنفکران ایرانی درک نشد؟ چرا رابطه شاه و روشنفکران ایرانی قطع شد؟ اگر رابطه زنده‌ای بین شاه و روشنفکران ایرانی باقی مونده بود، چنانکه بین سالهای 1320 تا 1332 شاه ارتباط زنده با روشنفکران ایرانی لااقل با تعدادیشون داشت و حتی جلسات خصوصی تشکیل میداد، حتما شما دقیقا به این رسیدید، در کاخ و دیدارهایی داشت، چرا این رابطه قطع شد؟ دلایل قطع این رابطه، تا چه حد شاه مقصر بود در این، تا چه حد روشنفکران ایرانی، و نتیجهش اتفاقی بود که 1357 افتاد. من فکر میکنم باید پیش‌فرض سوال رو اندکی درش تأمل کرد. این به نظر من درست نیست که همه روشنفکران با شاه مخالف بودن، منتها جامعه روشنفکری مخالف شاه عالم مقال به اصطلاح دیسکورس فرهنگی جامعه رو یه جوری شکل داد که اگر کسی با شاه همکاری میکرد دیگه به تعریف روشنفکر نبود. آل احمد در جا انداختن این مفهوم نقش خیلی مهمی داشت. شما کتاب خدمت و خیانت روشنفکرانش رو بخونید، یا مقاله‌ای که در مورد فریدون و هویدا نوشته، میگه کتاب فریدون و هویدا، رمان فریدون و هویدا قابل بررسی نیست، برای اینکه این خدمتکار رژیم کتاب روشنفکری نیست. یا مقاله‌ای که در مورد فریدون و هویدا نوشته، میگه کتاب فریدون و هویدا، رمان فریدون و هویدا قابل بررسی نیست، برای اینکه این خدمتکار رژیم کتاب روشنفکری نیست. شما اگر نگاه بکنید به کسانی که با شاه همکاری میکردن، خانلری، هویدا، فریدون هویدا، بسیاری دیگه از کسانی که دوربرای علم بودن،
اینها همه جز روشنفکرهای خیلی مهمه ایران بودن، منتها چون با شاه همکاری میکردن دیگه در جمهور روشنفکری به اصطلاح جایی نداشتن، چون مفهومی که از روشنفکر در ایران جا افتاد و حزب توده، جلال آل احمد، اینها نقش مهمی داشتن در جا انداختن این مفهوم، این بود که روشنفکر کسی است که با وضع موجود در تقابل و تعارضه. اگر شما با وضع موجود در تعارض نباشید، اگر با شاه مثلا همکاری بکنید دیگه روشنفکر نیستید. نیکاه تا زمانی روشنفکر بود که مخالف شاه بود، وقتی که گفت من فکر میکنم باید با شاه همکاری کرد، دیگه از جمهور روشنفکری. پس یه ریشه این تعارض در این مسئله ایست که عرض کردم. اونچه که این مخالفت رو دوچندان کرد تجربه 28 مرداد بود. 28 مرداد یک زخمی بود که واقعا هرگز التیام پیدا نکرد و روشنفکران ایران قسمتی که در سلک مخالفین بودن هرگز شاه رو به خاطر نبخشیدن. این رابطه در شاه هم وجود داشت. شاه یه رابطه عجیب عشق و نفرت به روشنفکر داشت. بارها حتما در خاطرات علم و جاهای دیگه دیدید که از اونها به عنوان انتلکتوال یاد میکنه. توی همون گزارشی که بهش اشاره کردم که زاهدی می‌نویسه به شاه در 1973 و میگه که روشنفکرا به گفته این آمریکایی تعداد زیادیشون با شاه مخالف هستن، چرا اینطوره؟ یکی از حواشی که شاه می‌نویسه اینه که ما در ایران روشنفکر واقعی نداریم، اونهایی هم که داریم مارکسیست هستن یا مارکسیست اسلامی هستن. ولی در این حال، در این حالی که این همه تحقیر میکرد، انتلکتوال میخواندشون، ولی رغبت فراوانی به جذبشون داشت. تمام تلاشش میکرد که اینها رو جذب کنه. شما وقتی ببینید کسانی که نظریه پردازان حزب رستاخیز بودن، تقریبا 80% 75% مارکسیست های سابق بودن یا اطرافیان علم که بخش عمدهشون به غیر از خانلری از یا سابقه حزب توده ای داشتن، یا اطرافیان هویدا که یا حزب توده ای بودن یا ماویست بودن، و اینها توی اون جنگ دارن با هم در تدوین حزب رستاخیز با هم مبارزه میکنن. یعنی اگر کسی از این روشنفکرها حاضر میشد بیاد بیعت بکنه با شاه، خیلی شاه تحویلش میگرفت و خیلی بهای خوبی برای این بیعت میداد. به همین خاطر یه رابطه ای بود که اونجور که عرض کردم تا حدی ریشه در خود مفهوم روشنفکر داشت. 28 مرداد تشدیدش کرد، رفتار شاه دوباره کمکی به حل این مسئله نکرد، و فکر حاکم بر جریان روشنفکر ایران یعنی یک نوع روایت ساده انگارانه مارکسیستی براش اصلا قابل پذیرش نبود که کسی مثل شاه میتونه اصلاحات در مملکت بکنه. من دوران دانشجوی جزء کنفدراسیون بودم، یکی از شعارهای کنفدراسیونی بود که شاه نه میخواهد و نه میتواند اصلاحات بکند. کنفدراسیون تمام تلاشش رو میکرد که ثابت بکنه، یا بخش عظیمی از کنفدراسیون، که ایران هنوز فودالیسم، برای اینکه در فکر حاکم متصور نبود. کسی که در 15 خرداد، تا اونجایی که من میدونم، تنها کسی که در 15 خرداد متوجه شد که دعوا بین کی و کیست، بین چی و چیست، بین تجدد و سنت ارتجاعی است، بین تجدد و یک نوع حکومت خردمدار، حکومتی که زنها درش نقش دارند، و اون رو در اون مقطع شاه نمایندگی میکنه، و فکری که میگه زنها نباید در حکومت نقش داشته باشند، و تجلیش آیت الله خمینی است، مخالفت با ولایت با اصلاحات ارضی میکنند، مخالفت با آمدن زنها در عرصه اجتماعی میکنند، مخالفت با قانونی میکنند که علم سعی کرد ببره، قانون اصلاح انتخابات،
و اون قانون در نوع خودش در زمان خودش به غایت مترقی بود. قانونی بود که میگفت هر کسی حق داره اگر انتخاب شد به مقامی به کتاب مقدس خودش قسم بخوره. چرا یه یهودی یا یک بهائی یا یه زرتشتی یا یک مسیحی که اینا شهروندان ایران هستن باید از همه حقوق شهروندی برخوردار باشن؟ چرا باید به کتاب یک قرآن قسم بخورن که براش احترام قائلن ولی کتاب مقدس اونها نیست؟ اینقدر سر این فشار آوردن و اینقدر هیچ کسی حاضر به دفاع ازش نشد که رژیم شاه وادار به عقب نشینی شد. یه نفر متوجه این ماجرا بود تا اونجایی که من میدونم، خلیل ملکی بود. خلیل ملکی دامه‌ای که به دکتر مصدق می‌نویسه در اون زمان میگه این رهبران جبهه ملی عوام فریب هم نیستن، اینها فریفته ای عوامن. میگه در این دعوا واضحه که ما نباید طرف مخالفت با اصلاحات ارضی رو بگیریم. اون نگاهش به جهان نگاه واقع بینانه بود، مارکسیزمش مارکسیزم قالبی استالینیستی نبود و تونست این تمیز رو بده. آقای دکتر میلانی، کاش شما وقت بیشتری داشتید، میشد بیشتر از شما آموخت و گرفت. آقای دکتر میلانی، سوالی که الان به نظر من میرسه این است که ما سه نخست وزیر رابط شاه، نخست وزیران متعددی رو داشته ولی سه نخست وزیر شاخص داریم در دوران پادشاهی به استثنای هویدا، قبل از دوران هویدا. یکی فروغی است، یکی قوام السلطنه است و یکی مصدق. به نظر شما رابطه شاه با این سه شخصیت یک چگونه بود؟ دو، کدوم یکی از این نخست وزیران، یا به هر حال اگر این سوال به این شکل طرحش غلطه، کدامین این نخست وزیرها بیشتر مساله حکومتی رو میخواستند، مساله ملی رو میخواستند؟ و آیا در رابطه شاه و مصدق به خصوص که اتفاق افتاد، آیا همه تقصیرها به گردن شاهه؟ آنچه که بر سر ایران آمد، شاهی که به گفته خود شما یک سال و نیم مقاومت میکنه در مقابل اینکه مصدق رو برکنار بکنه، آیا مصدق مرتکب اشتباه بسیار بزرگی با انحلال مجلس نشد؟ خواهش میکنم اگه ممکن در این توضیح بدید. شما سوالای سخت میکنید و ما رو در چیز قرار میدید. ببینید، چون واقعا جواب صحیح و درست و مکفی بهش دادن یک کمی طول میکشه. اولا من فکر میکنم اگر بخوایم پنج نخست وزیر شاخص اون دوران رو یاد بکنیم، یعنی نخست وزیران شاخص به این معنا که در مفهوم واقعی نخست وزیر بودن و بر حقوق نخست وزیری تأکید میکردن، اونا پنج نفر. اون سه نفری که شما گفتید به علاوه زاهدی و امینی، زاهدی و امینی به اندازه اونها مصر بودن، امینی یک کمی کمتر برای اینکه تا اون وقتی که قدرت شاه بیشتر شده بود، که حقوق نخست وزیر رو اونجان که در قانون هست حفظ بکنن. و توی اینها به نظر من هر کدوم از اینها در مقاطع مختلف رابطه متفاوتی با شاه داشتن. من فکر کنم اتفاقا تو اینها شاید هیچ کسی به اندازه قوام مخالف شاه نبود، یعنی قوام واقعا قصد براندازی شاه رو داشت. قوام به چند مقطع میشه گفت با آلمان نازی سعی کرد همکاری بکنه برای برانداختن پهلوی ها، با شوروی شواهدی دید حاکی از این است که قصد داشت وحدت بکنه برای براندازی محمد رضا شاه، با انگلیس و آمریکا استمزاجاتی میکنه در 1951-52 که ببینه میتونه شاه رو بندازه یا نه. این
به نظر من حسابش کاملا متفاوته با اونهاست. مصدق هرگز من در یک سندی ندیدم که به سفیر آمریکایی یا به انگلیس بگه که شما به من کمک بکنید من شاه رو بندازم. یعنی اصلا این حق رو برای اونها قائل نبود، در حالی که قوام واقعا قدرت طلبیش اونقدر بود که کاملا این کار رو انجام میداد. در مورد دکتر مصدق من فکر میکنم دوباره چون ما در فکر تاریخیمون گرفتار یک نوع بت‌سازی شدیم، یا مصدق در نزد خیلی ها بت مطلقه یا شیطان مطلقه، سلطنت طلباو رو شیطان مطلق میدونن، طرفدارانش رو مبرا از خطا میدونن. من فکر میکنم انحلال مجلس یکی از مهمترین خطاهای تاریخی استراتژیک مصدق بود و نزدیکان مصدق و وفادارترین دوستان مصدق بهش تذکر دادن. من فکر نمی کنم هیچ کسی در عمل و در طول تاریخ به اندازه دکتر صدیقی یار وفادار مصدق بود. یعنی در عمل نشون داد که محکم وایساده، در دوران همکاریش با دکتر مصدق خدمتکار دکتر مصدق بود، وفاداریش هیچ چزلزله نداشت. بعد از 28 مرداد هرگز با شاه، نه تنها با رژیم شاه همکاری نکرد، بلکه حقوق مشاوره بگیره از فلان جا، قرارداد فلان کار رو بگیره، رئیس فلان کارخونه بشه که برخی دیگر از سران جبهه ملی کردند و پروندهشون مخدوش شد، نبود. در دانشگاه درس میداد، یک قد گام متفاوت نداشت و وقتی هم که مملکت رو در خطر دید با روشنبینی خیلی بهتری از همه اینها و با وطن پرستی متفاوت از همه رهبران جبهه ملی اومد و گفت من حاضرم دولت تشکیل بدم به شرط اینکه شاه بمونه. کسی که 30 سال یار وفادار مصدق بود در این زمان تغییر داد. این شخص، این سابقه رو برای این گفتم که یه چنین شخصی با یه چنین شخصیتی وقتی وزیر کشورم بود دکتر مصدق میگه خواهیم همه پرسی بکنیم رفراندوم بکنیم، گفت نکنید. به دو دلیل: نه رفراندوم پایه قانونی داره، پایه قانونیش یه ماده ایست که میگه رأی مردم در مسائل هست، ولی در رژیم پارلمانی که ایران بود رأی مردم در انتخابات متجلی است، نه در چیز دیگری. ماده ای برای اینکه ما رجوع مستقیم بکنیم وجود نداشت. دکتر صدیقی این رو متذکر میشه، به علاوه بهش تذکر میده، به دکتر مصدق تذکر میده که شما اگر مجلس رو منحل بکنید در دوران فترت، در دوران فقدان مجلس، شاه حق عزل و نصب نخست وزیر داره. تعداد روزهایی رو که در دوران مشروطه ایران از روز اول تا اون روز مجلسی نبوده حساب کرده بود، تعداد دفعاتی که پادشاه حکم عزل و نصب داده بود در اون دوران اونا رو هم حساب کرده بود. به دکتر مصدق میگه که شما این رو در نظر بگیرید، شما این کارو بکنید میتونه عزلتون بکنه. مصدق میگه جرأت نمیکنه. مصدق یه بار دیگه هم در واقع فرض رو بر این میگذاره که شاه جرأت بر کنارش رو نداره، با اون ماجرای سیه تیره میگه من وزارت جنگ رو میخوام وگرنه استعفا میدم، و تمام محاسباتش این بود که شاه جرأت این کار رو نداره که استعفا رو بپذیره. شب شاه زنگ زد گفت استعفا شما رو پذیرفتیم، که اون زمان هم برخی از نزدیکان دکتر مصدق بهش میگن که شما نباید بهش این فرصت رو میدادید. ولی در آستانه 28 مرداد به گمان من اون کاری رو که کرد این فرصت رو به شاه داد که به گمان خودش در چارچوب قانون عمل بکنه و حکم از دکتر مصدق و نسب زاهدی رو صادر بکنه. من تصورم این هست که اگر جامعه ایران این تجربه بسیار بسیار تلخ
و موندگار 28 مرداد را تجربه نمی کرد. یعنی اگر دکتر مصدق یه راهی پیدا می کرد برای اینکه این وضعیت حکومت پارلمانی رو نگه بداره و قانونمندی مشروطه رو حفظ بکنه، یعنی ما اگر میتونستیم از کنار 28 مرداد بگذاریم، تجربه نکنیم 28 مرداد، من فکر میکنم با یک ایران کاملا متفاوتی رو برو بیدیم. به نظر بنده اصلا وقتی که رفراندوم انجام شد موضوع دیگه خیلی دیر شده بود. اون موقع برنامه توطئه مراحل نهایی رسیده بود. نهایی رسیده بود. بله. شما چه رفراندوم رو می‌کردید چه نمی‌کردید کودتا انجام می‌شد. آیت الله کاشانی از مخالفین فوق العاده شدید و دشمن قانونی مصدق بود. آیت الله کاشانی کسی بود که بعدها اومد گفت مصدق رو باید اعدامش کرد. هیچ کس دیگه همچین حرفی نزده بود. بعد نامه جعل کردن که این در روزهای آخر می‌خواسته به مصدق خوشدار بده، اینها مزخرفاتی که باید گذاشت کنن. روحانیون سنتی مثل آیت الله بروجردی و نمایندش در تهران آقای بهبهانی، اونها قدرت واقعی رو در بین، نفوذ واقعی رو در بین مردم اونها داشتن. یه تصمیمی بود که پیامدهاش بسیار بسیار موندگار بود و به گمان من تأثیر مهمی گذاشت در سیاست ایران. وقتی که در 1961 تا 63 قبل از انقلاب سفید آمریکا به طور مشخص دولت کندی شاه رو تحت فشار قرار میده که باید اصلاحاتی انجام بدید، خواست عمده آمریکا این بود که جبهه ملی از سر کار، یه دولت در مرحله اول ائتلافی و در مرحله بعدی کابینه تشکیل بدن و بهشون دقیقاً این پیشنهاد رو میکنن، ولی جبهه ملی به گمان من تا حدی به خاطر اینکه دکتر مصدق هنوز در زندان بود، تا حدی به خاطر اینکه اصولاً با شاه یه رابطه یه چیزی داشت این پیشنهاد رو نپذیرید. شاه هم مایل به این کار نبود، منظورم این نیست که بگم شاه تحت فشار چاره‌ای نداشت و اگر جبهه ملی میپذیرفت به گمان من کاملا میتونست دوباره مسیر ایران رو تغییر بده. این مسئله در آستانه انقلاب هم تکرار شد، به این معنا که سیاست آمریکا وقتی که تصمیم گرفتن شاه دیگه نمیتونه در ایران بمونه، یعنی حدود اکتبر 78 آمریکا و انگلیس به فاصله 2-3 هفته با هم به این نتیجه رسیدن، وقتی که این تصمیم رو گرفتن و دنبال جانشین گشتن، میل اولشون در واقع گزینش اولشون بود که جبهه ملی دولت رو در دست بگیره، ولی جبهه ملی به غیر از دکتر بختیار و دکتر صدیقی رهبر جبهه ملی در اون زمان آقای سنجابی در مذاکره به شاه میگه که تنها بعد از اینکه تنها به شرطی که آیت الله خمینی چراغ سبز بشه بده محاضره این کارو بکنه. آقای دکتر میلانی، همونطور که اشاره کردید شما در دوران دانشجویی در خارج از کشور خودتون اشاره کردید عضو کنفدراسیون دانشجویی بودید، بعد از بعد به ایران برگشتید در دانشکده حقوق به تدریس مشغول شدید، دانشگاه ملی اول، دانشگاه ملی. چند سال در ایران تدریس کردید؟ من در دانشگاه ملی 2 سال تقریبا تدریس کردم که در اون زمان به طور نیمه وقت در دانشکده حقوق هم در تدریس میکردم. دکتر عنایت منو دعوت کرد اونجا یک کلاس هر ترم درس میدادم. بعد زندان افتادم به عنوان مخالف شاه، 1 سال در زندان بودم. بعد از زندان دیگه ساواک اجازه برگشت به دانشگاه به نداد، یک سال و نیم در پژوهشکده علوم اجتماعی کار میکردم. اون دوران اونجا که اسلام کاظمی اونجا کار میکرد، داریوش آشوری کار میکرد، منوچهر صفا کار میکرد که من بخت هم اتاقی باش رو داشتم، یکی از واقعا فرزندان فرهیخته قرن بیستم ایرانه و قدرش شناخته نشده، نویسنده بسیار توانایی است، یکی از بهترین طنز نویس های ایرانه.
و از یاران نزدیک خلیل ملکی بود، کتاب درخشانی در مورد توتالیتریسم نوشته. به هر حال یه سال و نیمی در اونجا بودم، بعد که انقلاب شد برگشتم دانشگاه، برگشتم دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران که از 79 تا 86 اونجا افتخار تدریس داشتم، به استثناء یه سال که بعد در انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل شد. منم عضو 40 نفری بودم که از دانشکده حقوق اینها پاکسازی کردن، به خصوص بخاطر اینکه با دانشکده به خصوص اختلاف داشتن. فکر می‌کردن که آیت الله خمینی یه جا گفته بود که تأسیس این دانشکده آغاز پایان صدام حکومت روحانیت در ایران بود و باید باش مبارزه می‌کردیم. آقای دکتر میلانی، از شخصیت‌های اون دوران که شما مثل اینکه باهاش هشت و نشتی داشتید و کار در گروهی تشکیل داده بودند و کار میکردن، همین آقای دکتر گنجی مثل اینکه بودند، هیچ ارتباطی داشتید با آقای دکتر گنجی که در ایران یه گروه اندیشمندان داشتن، یه گروه‌هایی داشتن در بعد از زندان بود این همکاری؟ نه، قبل از زندان بود. قبل از زندان بود. قبل از زندان بود. در من در دانشکده، وقتی دانشگاه ملی بودم، دکتر گنجی هم اونجا درس میداد. بعد از یه مدتی اومد گفت که من یه چنین گروهی دارم، ما یه گروه فکر، به اتاق فکر در واقع، اون وقت هنوز این مفهوم نبود، ولی در واقع اتاق فکری بود که مسائل رو به صراحت برای ملکه مطرح میکنیم، و من شنیدم دانشجوها باید خوبن. و من چون در اون زمان فعالیت سیاسی میکردم با این گروه مخالفین، فکر کردم که این یه راه مناسبی است برای اینکه اصطلاحی گم بکنم. در جلسات اون گروه شرکت میکردم و واقعا هم همین بود، یعنی آدم های مختلفی در اونجا بودن که خیلی هاشون آدم های بسیار خوشنامی بودن، در دانشگاه بودن و کارشون این بود که دقیقا برخی مسائل رو وارسی میکردم و گزارش هایی برای ملکه میفرستدم. شما هیچ وقت دیداری با پادشاه داشتین؟ یک بار در یک صفی ایستاده بودم که از کسانی که در یک کنفرانس شرکت کرده بودن، که همین گروه گنجی تشکیل داده بود، دکتر گنجی تشکیل داده بود، این قبل از بازداشتم بود، شاه از جلوی صف رد شد، منم دیگه کسانی بودم که بود. دلتون میخواد برای تجدید خاطر عکس خودتون رو ببینید؟ من عکس رو دیدم، ولی یه عکس زیبایی است از اون گروه که رفتن، نمیدونم منظور فرمایید، البته شما هیچ پیدا نیستید در عکس. بله، من اون پشت مستم. اون پشت اون گوشه وایسادید و خیلی خیلی جوان و خیلی خیلی بله، جوان. من همونطوری عرض کردم، این قبل از زندانه و درست چند ماهی است بعد از برگشتن به ایران، و قاعدتاً سنم 26 سال دیگه، 26 سال و 26 سال. جان دکتر میلانی، 10 سال این کتاب طول کشید، درسته؟ درسته. اولا چرا انقدر طول کشید؟ این یک. دو، چه دلیلی داشت که به گفته خود جناب عالی هیچ یک از اعضای خانواده سلطنت حاضر نشدند که شما رو به عنوان یک پژوهشگری که میخواد باشون مصاحبه کنند بپذیرند؟ چه دلالی در این زمینه بود؟ چه سمپاشیایی در این مورد بود؟ چرا که شما در کتاب در واقع معمای هویدا، به نظر من به عنوان یک خواننده اون کتاب، این رو روشن کرده بودید که بین برداشت‌ها و اعتقادات شخصی امروز خودتون و گذشته خودتون به عنوان یک محقق و پژوهشگر و استاد میتونید این فاصله رو دقیقاً رعایت بکنید. چه اتفاقی افتاد؟ چرا این، به نظر من چرا این بیمهری رو خانواده پهلوی در حق شما به عنوان یک پژوهشگر کرد؟ بلا، اولا جواب سوال اولتون که چرا طول کشید، من بعد از اینکه حدود نصف کار این کتاب رو انجام داده بودم، به هم پیشنهاد شد که یک کتاب دیگری بنویسم. یک گروهی از ایرانیان موفق تصمیم گرفته بودن که جای یک کتابی که سرنوشت ایرانیانی که در واقع
در دوران شاه ایران رو در جنبه های مختلف ساختن، از معمار بگیرید، از امانت که شهیاد رو ترک کرده تا خانواده ارج، از خانواده لاجوردی تا خیامی که صنعت ماشین ایران رو، گمان اینها این بود که این افراد واقعا زندگی هاشون هرگز محلی از اعتنا نبوده و اگر الان تلاشی نشه برای اینکه زندگیشون یه جایی ثبت و ضبط بشه دیگه این امکان سخت خواهد شد. من تصمیم گرفتم که بپذیرم این کار رو، برای اینکه احساس کردم که تمام این تحقیقاتی که برای این افراد انجام میدم، برای این کتاب انجام میدم و این یه پروژه 4 ساله بود، اینها همه میره در خدمت کتاب شاه و عملا هم همینطور شد. من نزدیک به 400 تا مصاحبه برای اون کتاب کردم با آدمایی که تو خود کتاب بودن یا اقوام و بستگانشون. خب خیلی از اون، هر کدوم از اون مصاحبه ها یه جنبه ای از زندگی اون دوران رو برای من روشن کرد و همین خاطر طول کشید، این دراز طول کشیدنش. بعد از اینم که به مرحله پایانی نزدیک شدم، تازه اسناد مربوط به دوران انقلاب داشت علنی میشد، برای اینکه اینا یه دوران 30 ساله طی میشه، یعنی اسناد 1978 79 تازه داشت دو سال پیش در می آمد و به راستی هر ماه یه موجی تازه از اسناد رو می شد، یه دفعه از آمریکا، یه دفعه از کارتر، یه دفعه از انگلستان، و جمع و جور کردن اینها و وارد کردنشون در کتاب حداقل یه 6-7 ماه کار رو به عقب انداخت. مثلا من به راستی 2-3 ماهی طول کشید تا تونستم اسناد مربوط به گوادلوپ رو، کنفرانس گوادلوپ رو پیدا کنم و چیزی نزدیک به 800 صفحه اسناد هست و از این 800 صفحه خب شاید 30 صفحش چیزی مالیه، به درد کار میخوره، بقیه‌اش تشریفاتیه، کی کجا بشینه، کی در سفر هست، کی فلان بکنه، اینا رو استفاده کردن به درازا کشید. قسمت دوم سوالتون، من واقعا نمیدونم چرا این تصمیم رو گرفتن. من فکر کردم که همونطور که شما به لطف اشاره کردید و واقعا به کرات منقدین مختلف، چه انگلیسی، چه آمریکایی، چه ایرانی نوشتن، اون کتاب با انصاف نوشته شده بود، با غرض و مرض نوشته نشده بود. الان هم اگر نگاه بکنید تمام نقدهای کتاب حال به انگلیسی برای این کتاب نوشته شده، از وال استریت جورنال بگیری تا ال ای تایمز، از هرالد تریبیون، از شیکاگو هرالد بگیری تا واشنگتن تایمز، اینا همه یه نکته دارشون مشترکه که این کتاب با انصاف کامل نوشته شده. حتی یه نویسنده انگلیسی نوشته که من زیاد از حد با شاه همدلی نشون دادم، برای اینکه گفتم چرا در دوران مهاجرتش بعد متحدینش تنها گذاشتنش، گفتم چرا در دوران مهاجرتش بعد متحدینش تنها گذاشتنش. به همین خاطر برای من واقعا شگفت‌انگیزه که این تصمیم رو گرفتن و گمان من این است که اونطور که فرمودید عده‌ای سمپاشی کردن، کما اینکه کماکان هم سمپاشی میکنن، کماکان هم میدونید کتاب رو نخونده اظهار نظر میکنن، کتاب رو نخونده شایعه میپراکنن، کتاب رو نخونده نقد مینویسن، کتاب قبل از اینکه در بیاد، یک سال قبل از اینکه در بیاد، در همین شهر شما یکی از این کسانی که مدعی روزنامه نگاری است، من شنیدم، ببخشید من همشهری شما هستم. شما بله. ولی در اینجا کسی، من واقعا خود مطلب رو ندیدم ولی دوستان برام تعریف کردن و اون قسمتش رو بریدن که تقریبا 2 سال قبل از کتاب بود که این کتاب رو باید تحریم بکنیم. شما چطور کتابی که در نیامده تحریم میکنید؟ یه نفر دیگه نقد بر کتاب نوشت قبل از اینکه در بیاد، یعنی حدود 30 صفحه نقد نمیشه. نمیخوام اسم اون شخص رو ببرم برای اینکه واقعا من دوست ندارم این چیزا رو کنم، ولی این نوع سمپاشی هایی که میگید به نظر من
تتمه بدترین جنبه های اون دورانه و به گمان من جامعه ایران هم در داخل هم در خارج کلیت جامعه این مرحله رو کاملا ازش برگذشته. اینجور سمپاشی ها، اینجور حرف ها، اینجور زخم زبون ها اینا کاری نیست. مردم قضاوت رو بر اساس کار میکنند. این پختگی رو پیدا کردن. یه زمانی بود که حزب توده مثلا میتونست ترور شخصیت بکنه، خلیل ملکی رو چنان برش زندگی رو تیره بکنه که کسی حتی نره سراغش کارش رو بخونه. واقعا آل احمد شد از مثبت‌ترین جنبه های زندگیشون که یار وفادار اون مون و حفاظتش کرد. ولی اون نوع ترور شخصیت، اون نوع شایع پراکنی که حتی در آستان انقلاب مثلا علیه دکتر مصطفی رحیمی کردن دیگه، واقعا بلایی که اینها بر سر مصطفی رحیمی آوردن صرفا به لحاظ اینکه انتقاد کرده بود از فکرش، این نوع شگردها دیگه کارایی نداره. کما اینکه خود رژیم هم، این رژیم هم که در این شگرد راه و رسم استالینیزم رو دیگه به اوج رسنده بود، برنامه های نمیدونم هویت و این خزعبلاتی که در کیهان می نوشتن اینا، اینا هم دیگه ول کردن. من که می دونن کارآمد نیست، مردم وقتی به اینها نمی گذارن، مردم کار رو می سنجن و این بلوغ فکری رو پیدا کردن که خودشون قضاوت بکنن. همونطوری که ولی فقیه در سیاست نمی خوان، ولی فقیه در فکر هم نمی خوان، خودشون قادر و قابل هستن که یک کتاب رو، یک اثر رو، یک شخص رو، یک برنامه تلویزیونی رو ببینن و قضاوت کامل در موردش. جناب دکتر میلان، سوالی در فاصله آگهی بازرگانی پخش شد، یکی از دوستان روی خط تلفن از من کرد، گفت یک روز محمد رضا شاه پهلوی رفت به تخت جمشید، رفت به پاسارگاد و گفت کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم. آیا روزی به نظر شما خواهد رسید که مردم ایران در مجموع ارزیابی از کاراکتر پادشاه در گذشته ایران به این نتیجه برسند که او رو باید از مصر به ایران منتقل کنند و در واقع شأن و احترام خاصی براش قائل باشند یا نه؟ یک. دو، چون من عادت ندارم فقط یه سوال رو بکنم، سوال دوم رو خدمتتون میکنم. این دوست میپرسید که به زعم شما با توجه به مجموعه شخصیت هایی که اکنون در صحنه مبارزه سیاسی هستند و کاراکتر و شخصیت ویژه رضا پهلوی، آیا بازگشت سلطنت، بازگشت پادشاهی پارلمانی به ایران میتونه شانسی داشته باشه یا خیر؟ من فکر میکنم در قسمت جواب سوال اولتون، من فکر میکنم زمان دوست شاهه. بعضی سلاطین شخصیت ها هستن که زمان دوستشون نیست و هرچه زمان بگذره، برخی نویسندگان هستن، شعرا هستن که هرچه زمان بیشتر میگذره سکه رونقشون بیشتر از ارزش میفته. من فکر میکنم شاه زمان متحدشه، یعنی وقتی بیشتر بگذره و این زخم هایی که الان هست التیام پیدا بکنه، نسل های آینده وقتی که بسنجن خواهند گفت که ضعف های بسیار جدی داشت، اشتباهات بسیار مهمی کرد، مهمترین اشتباهش این بود که سیاستاش به انقلاب اسلامی انجامید، واقعیت اینه. ولی در این حال به گمان من به این نتیجه هم خواهند رسید که ایران رو بسیار دوست می‌داشت، ایرانی سربلند و متجدد می‌خواست و برای این ایران سربلند و متجدد تلاش بسیار جدی کرد و تونست یک عده بسیار ورزیده‌ای رو دوربر خودش جمع بکنه برای اینکه این کار رو انجام بدن. شما وقتی به برخی از وزرای دوربر شاه در چند سال آخر نگاه میکنید،
واقعا اینا هر کدومشون تو رشته خودشون آدم های برجسته بودن. خدا داد فرمان فرمایان بگیرید تا جمشید و آموزگار، مهدی سمیعی، اسامی واقعا خیلی زیاده، خیلی زیاده آدم هایی که، و بعد آدم هایی که اومدن در خارج ثروت های بسیار بیشتری از ثروتی که در ایران ساختن. خیامی در اینجا ثروت خیلی بیشتری ساخت از اونچه که در ایران قابلیت های اینا رو نشون. لاجوردی ها اینجا خیلی موفق تر بودن، خسروشاهی ها اصلا شگفت‌انگیز میزان موفقیت خسروشاهی ها در خارج. خب اینا همه بخشی از اون رژیم بودن دیگه. و ایران آباد با یک طبقه تکنوکرات درجه یک شاید کم نظیر در جهان سوم رو تحویل آقایون دادن 30 سال پیش. اولا 3 میلیون از این برجسته‌ترین اینها رو ناچار به ترک وطن کردن، 10,000 نفرشون رو کشتن، اموالشون رو مصادره کردن. یک دونه از اون شرکت هایی که اینها ساخته بودن و داشت پول می ساخت و صنعت پیشاور اون زمان بود الان اصلا سود نمیده، همشون از قبل دولت دارن می خورن. در مورد قسمت دوم سوالتون که به نظر من دشوارتره، من فکر می‌کنم اگر از لحاظ تاریخی به قضیه نگاه کنیم نه از لحاظ سیاسی، نظام سلطنتی از 1840 در ایران با بحران روبرو شد. این از زمان آمدن ناصرالدین شاه. شما می‌بینید که تنها یک پادشاه در ایران و در سلطنت، در تخت سلطنت فوت کرد و اون مظفرالدین شاه بود که قانون مشروطیت رو امضا کرد و پذیرفت که بخش اعظم قدرت پادشاهی قدر قدرتی رو وا بگذاره. هر پادشاه دیگری یا ترور شد یا در تبعید گذاشت فوت کرد. یعنی این رو وقتی که نگاه میکنید میبینید که این نهاد یه نهاد بحران زده است. وقتی به کل سلطنت نگاه بکنید در جهان میبینید که از زمان آغاز تجدد قرن 14 برخی ها حتی میگن از زمان مگنا کارتر، یعنی 2 قرن زودتر، نهاد سلطنت در مفهوم سنتیش، یعنی مفهومی که شاه مرکز قدرت ظل الله به نوعی، دچار بحران شده. تنها جاهایی در غرب، این جایی که تجدد آمده سلطنت مونده که پذیرفته به عنوان سمبول کار بکنه، در سیاست دخالتی نکنه، مثل انگلستان، مثل دانمارک، مثل جاهای اسپانیا، به عنوان کارگزار سیاسی یا محل تصمیم گیری سیاسی با تجدد یه مقداری ناسازگاری اساسی داره. به همین خاطر این دوتا رو که کنار هم میگذاری به نظر من اگر هم امکان بازگشتی وجود داشته باشه که اون بسته به سلیقه مردم ایرانه، به گمان من صرفا و صرفا در شکل انگلیسیش اسپانیاییش ممکنه. اینکه کسی بتونه برگرده در ایران و نظام مثلا قدرت رضا شاهی رو باز تولید بکنه، زمانش موقتی است. به نظر من کاملا زمانش موقتی است. بینندگان عزیز، فکر میکنم که شما هم، بسیاری از شما با من هم عقیده باشید که دکتر عباس میلانی پژوهشگری است که شیوه تازه‌ای از نگاه تاریخی رو با آثار اخیر خودش پیش چشم ما گذاشته. من تردید ندارم که انتشار چاپ فارسی به زبان فارسی کتاب شاه قوغای عظیم رو برخواهد انگیخت و دکتر عباس میلانی هم منتظر ستایش ها و هم منتظر نقد های حیرت انگیزی در مقابل خودش خواهد بود، چرا که فقط اندکی از ایرانیان
دسترسی به این کتاب رو داشتن به زبان انگلیسی و قادر به خوندن کتاب به زبان انگلیسی هستن. به همین جهت از طرف شبکه جهانی اندیشه از دکتر عباس میلانی استدعا و خواهش میکنم علارغم همه اشتغالی که دارند و مشغله‌ای که دارند بر این شبکه منت بگذارند و برنامه‌ای رو تدارک ببینند که شاید فصل کتاب رو خودشون به طور خلاصه بتوانند در برنامه‌های مجزایی که براشون تدارک تلویزیون جهانی اندیشه آمادگی داره تدارک ببینه بتوانند عرضه بکنند. همه ما مشتاق هستیم و بسیار کسان بودند که با من تماس گرفتند مشتاق هستند که زبان ترجمه زبان فارسی کتاب رو داشته باشند. آقای دکتر فقط یک دو دقیقه وقت داریم، میتونید بگید که چه تاریخی حدس میزنید ممکنه کتاب به زبان فارسی در بیاد؟ من تمام تلاشم این است که در ظرف دو سه ماه آینده حد اکثر ترجمهش رو تموم کنم. الان حدود یک سومش رو تموم کردم، بیشتر از یک سومش رو تموم کردم و چون دارم سعی میکنم که با دقت ترجمه کنم به این معنا که مثلا وقتی که سخنرانی شاه رو ترجمه کردم از فارسی به انگلیسی، اون انگلیسی رو به فارسی برنگردونم ترجمه کنم، برم اصل رو پیدا بکنم. یعنی خیلی کار دشواری است که اکثریت مترجمه ما در ایران متاسفانه این کار رو نمی کنند و تمام تلاشم این است که بلایی که بر سر کتاب هویدا آمد و بر این کتاب نیاد و اگر جمهوری اسلامی نگذاره که کتاب در ایران ناشر درست حسابی پیدا بکنه، اون وقت حتما از طریق اینترنت یا برنامه‌های شبیه به برنامه شما متن کاملش رو در اختیار ملت ایران خواهم گذاشت که روایت مصلح شده و تحریف شدهش رو در بازار نیاد. و من واقعا از ملت تماشاچیان میخوام که این با نخریدن این کتاب‌های جعلی و این ترجمه‌های غیر مجاز، این شیوه که چیزی جز هم تحریف تاریخ و هم دزدی نیست، این رو پایان بدن. خیلی راحت میشه پایانش داد اگر کتابی ترجمه میشه و حق مؤلف رعایت نشده و با توافق مؤلف نبوده، اون کتاب رو به گمان من نباید خرید. آقای شجریان وقتی در استنفورد داشتن برای دریافت جایزه حرف شگفت‌انگیزی زدن، گفتن ما حساب کردیم 7% کل سی‌دی هایی که از آثار ایشون در بازار هست به طور مشروع از طرف ایشون خریداری شده، از روایتی که چیز هست. خب این رو باید هم بایستی متوقف کرد. فیلم ها، کتاب ها، نوار ها، اینها نوعی دزدیه و گام اول دموکراسی، یکی از گام های اول دموکراسی حق گذاشتن، احترام گذاشتن به حقوق هنرمندان و فیلمسازان و مؤلفین. و مهمتر از این در رابطه با این اثر به خصوص و کتاب به خصوص این است که متاسفانه اونچه که در ایران اتفاق میفته جعل میکنند، تحریف میکنند و اضافه و کم میکنند که اون به مراتب بدتر از دزدی است. من فکر میکنم 100% از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتید، در اختیار شبکه جهانی اندیشه گذاشتید، از شما بسیار سپاسگزارم. با امید دیدار مجدد شما و باز هم پای صحبت‌های بسیار آموزنده شما نشستم. خیلی متشکرم، وقت به من دادید.